عرض سلام دارم خدمت همه تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. تقریبا به اول بازار آمریکا داریم نزدیک میشیم، تا چند دقیقه دیگه بازار باز میشه. من دارم تحلیل پری مارکتم رو انجام میدم، در واقعیت انجام دادم، هدفم رو انتخاب کردم. خیلی دلم میخواد که امروز بتونم روی AMD یا تسلا بتونم پوزیشن بگیرم. خب من یه توضیحی بدم تا بازار باز میشه. من قبلا توی یه ویدیو گفتم که از نظر من بازار به دو بخش تقسیم میشه: منطقه پروالیوم اول بازار و ادامه بازار. اول بازار به خاطر حجم سفارشات معمولاً موج‌ها به شکل سونامی‌های خیلی بزرگ در میاد. ما میخواییم قبلش بدونیم که اون سونامی کجا در میاد، رو کدوم سهام، و از قبل آماده باشیم که بتونیم سوار اون موج بزرگ باشیم. چون بعد از اینکه سونامی نشست زمین دیگه خب موجا کوچیک‌تر میشه، ترید گرفتن سخت‌تر میشه، ترید گرفتن شیرینیش کمتر میشه، چون شما میرین توی پوزیشن اون سودی که مثلا اول بازار داشته دیگه اینجا نداره. خب این به این معنی نیست که ما در ادامه بازار هیچ کاری نمی کنیم. یه روزی ممکنه اول بازار ترید نداشته باشه، پس به ناچار باید بمونیم از بقیه بازار کسب درآمد بکنیم. تو دوره سهامی که من دیروز اعلام کردم انشالله از 4 مهر برگزار میشه، حالا لینکش هم میذارم این بالا دوستانی که ندیدن ببینن، توی اون دوره نه تنها ما تحلیل پری مارکت، مثل الان چطوری بیاین بازار هدف مشخص کنیم که کدوم قبل بازار، نه تنها تحلیل پری مارکت رو یاد میگیریم، ترید کردن توی این منطقه پروالیوم اول بازار رو هم یاد خواهیم گرفت و ترید کردن در ادامه بازار. اصلا اول بازار همه چی سریع ممکنه با روحیه یکی سازگار نباشه، یکی نتونه همچین واکنشی نشون بده، بترسه، سست باشه، هر چی. خب قرار نیست که ایشون نتونه کلن ترید بگیره. برای ایشون هم طبیعتاً در ادامه بازار تایم فریم های دیگه، تکنیک هایی وجود داره که میتونه سهمش از بازار رو بگیره. خب ولی میدونیم هر چقدر ریسک بیشتر سود بیشتر. طبیعتاً کسی که اول بازار میاد ترید میزنه خب فشار بیشتری رو داره تحمل میکنه، حقشه که سود بیشتر ببره. اونی که میخواد فشار کمتر رو تحمل کنه، ادامه بازار انتخاب میکنه، خب طبیعتاً اونجا شکارها فرق میکنه. خب تا چند دقیقه دیگه مارکت باز میشه. مارکت که باز شد من برمیگردم، با هم دیگه همراه هستیم، انشالله که بتونیم یه ترید اول بازار خیلی خوب بگیریم. فعلا وقتتون بخیر. خب دوستان من برگشتم، الان ساعت 4:29 است، تا چند ثانیه دیگه بازار سهام آمریکا باز میشه. این چارتی که ما روش هستیم AMD هست تو تایم فریم 5 دقیقه، من براتون بیارم تو تایم فریم 1 دقیقه. اینور هم من دارم AMD 5 دقیقه رو نگاه میکنم، 5 دقیقه 1 دقیقهشو با هم دیگه دارم چک میکنم. شاخص دلار جلومه، شاخص نزدک جلومه، تسلا جلومه، و در واقع خیلی دلم میخواد بتونم روی تسلا یا AMD پوزیشن بگیرم. خب مارکت رو تریدینگ ویو که باز شد، الان اینجا هم باید باز بشه. یک لحظه، بله اینجا هم باز شد. خب یه مقدار باید صبر کنیم دیگه، ببینیم کندل اول چه کار میکنه و بعدش ما تصمیم گیری کنیم. بابا هم فکر کنم خیلی خیلی پایین باز شده، 3 دلار نسبت به دیشب پایین. یک مقدار زمان میخواییم کندل شماره 1 بسته بشه، ما رو کندل شماره 2 بتونیم واکنش نشون بدیم. حجم تریدمونم ترید اوله، اگه بخوام AMD رو بگیرم 2 لات میرم، اگه بخوام تسلا رو بگیرم 1 لات میرم. هنوز فعلنه ما AMD رو اجازه بدیم، جام بده از منطقه 92 اون دفعه برگشت خورده بود، اجازه بدیم، اجازه بدیم. یکم زمان میخوام، دارم اپل هم نگاه میکنم، تسلا هم دارم نگاه میکنم، خود نزدک هم دارم نگاه میکنم، هنوز هیچ کدوم مسیر نگرفته. حداقلش نزدک باید بره بالای مووینگ 200 و اپل هم به همون صورت. تسلا هم دو تا کندل تو شادوی خودش جمع شده،
من تسلا رو اینجا میتونم بهتون نشون بدم. تسلا هم نتونستم مسیر بگیره. یکم زمان میخواین. یکم زمان میخواین. یکم زمان میخواییم تازه رسیم منطقه کلوز دیشب. جامون هنوز از هم که نیست. بعد این فاصله که داره بازی میکنه فکر نکنی این هنوز خیلی چیز زیادی ها، کلن این همه 30 سنته 50 سنته چیز زیادی نیست. احتیاج داریم جهتگیری و عقیه رو ببینیم. اپل داره میاد پایین، اگه اپل بیاد اینا رو میکشه پایین تر. یک لحظه ما جایی درست باید کار بکنیم. AMD این پایین سخت درست کرده. من این سطح رو باید در نظر داشته باشم. شکست از این سطح برای من میتونه پوزیشن باشه اگه قرار باشه سل بین بزنم. برای بای دست و بالمون خیلی بسته است، مگر اینکه این پشت بخوایم بای بزنیم تا 93 سی. یکم زمان میخوایم. دلار حوالی عدد 109 داره بازی میکنه، نه خیلی بالا میاد نه خیلی پایین. تصمیم گرفتم سخت شد. از تریدایی که معمولا اینقدر طول بکشه من خوشم نمیاد، چون اول بازار واقعا نتونستیم مسیر بگیریم. الان کیوکام هم داره خیلی خوب بازی میکنه، منتها من کیوکام اینجا تو واچ لیستم ندارم که بتونم سریع واکنش نشون بدم. پنج دقیقه هم یه لحظه نگاش کنیم ببینیم. هنوز کندل اول پنج دقیقه بسته نشده، یه دقیقه دیگه بسته میشه. ما رفتیم سل. من اینو اومدم سل و در واقع استاپلاس هم این پشته. ببینین منطقه اوپن من عدد 92.15 الان اونجا رد کرد. علت این که من اون فرار رو گرفتم، ببینین من اینجا امیدوارم شاخص دلار رو داشته باشم بهتون یه لحظه نشون بدم. شاخص دلار رو ظاهرا اینور ندارم. شاخص دلار من بذارین از اینور براتون یه لحظه بیارمش. ببینین اینا، این شاخص دلار. ببینین این خواست فرار کنه، دلار بره بالا، نزدک میاد پایین. من دقیقاً این از اینجا که خواست بره بالا به AMD رفتم برای سل. خب حالا یکم زمان میخوایم، چون یهو دلار الان دوباره قرمز شد، دلار برگشت، نزدک پر کرده رفته بالا. خب من هنوز جامون اوکیه، هنوز مشکل ندارم. دلم هم میخواد تو الان تازه رسیده به منطقه اوپن ما. من ببینید الان 92.15 جایی بود که ما وارد شدیم، الان هنوز تو منطقه اوپن ماست. اگه یه بار دیگه بیاد طرف های مووینگ 20، من یک سل دیگه هم دلم میخواد که بهش بزنم. خب چون نزدک فکر میکنم با توجه به تعقیب موجهاش باید ریزشی باشه، یعنی این بیاد بالا یکم بالاتر اینجاها. نه من سل دومم رفتم، پوزیشن دومو روی 92.39 برام باز کرد. خب برخوردش با مووینگ 20 جفت این پوزیشن ها هم
استاپلاس هم میخوام بزنم حالا این ورتر که بتونم این فاصله بهتری رو بگیرم. یکم زمان میخواییم که ببینیم این خودش متاسفانه نزدک اومد بالا و الان توی همین اوصاف هم ببینین شاخص دلار هم قرمز شد. خب و نزدک اگه اینجا داشته باشم بتونشون بدم توی یک دقیقهش برام مهمه. ببینین نزدک امروز اینجوری بازی کرد، الان تو 5 دقیقه اگه نگاه کنین خورده به 205 دقیقه داره خالی میکنه. نزدک اگه خالی بکنه سهام های ما هم باید خالی بکنن. خب ببینین الان یه کوچولو اینا به سمت اصلاح رفتن. پوزیشن دوم ما تقریبا جای خوبیه، منتها نباید پشت مووینگ 20 یه دقیقه بسته بشه. اگه اون پشت بسته بشه فکر میکنم ما باید با ضرر بیایم بیرون. من الان همه چی جلومه دارم نگاه میکنم، منتظرم ببینم این کندل کجا بسته میشه. این کندل اگه اون پشت بسته بشه ما تو پوزیشن نباشیم بهتره، با هر مقدار ضرری که هست میایم بیرون. یه دونه کندل قرمز از نزدک میخوام، یه دونه کندل یه دقیقه نزدک قرمز بشه ما سودمونو گارانتی کردیم. ولی به قیافهشون نمیخوره. شاخص دلار به شدت اومد پایین یهو. دیروز هم همین کارو کرده بود. متاسفانه دیروز هم همین کارو کرد. الان هم داره همون رویه رو پیش میگیره و اینکه نزدک هم کندل سبز زد. ولی هنوز توی AMD ما پایین مووینگ 20 میبینیم دیگه. اینجا مووینگ 20 چند دفعه جلوی نمودار رو به شدت نگه داشت. تا مادامی که پایین اینجا هستیم من میمونم. اگه مووینگ 20 رو رد بکنه پشتش بسته بشه بخواد بره سمت بالا، خب حالا با هر ضرری هست دیگه چاره‌ای نداریم، باید بیایم بیرون دیگه. من ویدیو رو پاز نمی کنم که همه چی رو به عینه ببینید، به خاطر اینکه اگه تایم ویدیو یکم طولانی هم میشه دیگه به بزرگی خودتون میبخشین، چون ویدیو رو نمیخوام کات بکنم ادیت بکنم، میخوام همه چی واقعی معلوم باشه که به چه صورته. نزدک هم تو 5 دقیقه هم تو 1 دقیقه قرمز کرده، چون دلار هم در واقعیت یک کندل سبز داده. میبینید AMD دقیقاً داره همزمان با اونها حرکت میکنه. خب حالا باید ببینیم که کلا نزدک قرمز میشه یا نه، چون یک کندل سبز خیلی بزرگ تو 5 دقیقه داره. میخوایم ببینیم که مثلا برمیگرده اون کندل سبز داره یا نه. فعلا داره میاد، تو این نزدک داره میاد هم تو 1 دقیقه هم تو 5 دقیقه. ما الان توی استودیم میتونیم، خب تریدی که رفتیم بهترین چیزی که توقعش رو داشتیم در نیومد و در واقع الان میتونیم بدون ضرر مثلا با یه سود 25 دلاری 30 دلاری حالا 60 دلار بیایم بیرون. ولی من با توجه به اینکه از مووینگ 20 ریجکت شدیم و شاخص دلارم فعلا خیلی سبزه، فقط یه گیری دارم، یه گیر کوچولو دارم، اونم این که نزدک تو 5 دقیقه از بالا اون مووینگ 200 شه. اون کندل سبزی هم که میگفتم ازش میترسم اینه، نزدک اگه بیاد پایین 200 ما کل این کندل سبز رو پس میگیریم. خیلی دارم میخواد که این ریسکو بکنم و ببینید این تو 1 دقیقه خورد به اون مووینگ 200 ش برگشت. خیلی دارم میخواد ببینم که نزدک اگه بتونه واقعا فرمش رو دوباره ریزشی بکنه با توجه به اینکه دلار سبز شده، ما تو AMD موندنمون خالی از لطف نباید باشه.
ببینیم که به چه صورت میشه. فقط نزدک اگه کندله همین کندله الان یه دقیقهش قرمز بشه میاد پایین 205 دقیقه و ما میریم توی سود. بعد اون فکرم رو تعمل کنیم دیگه. ببینید ما جای بعدی رو نگرفتیم، ما تریده متاسفانه گیر کرد، کاری هم از دستمون بر نمیاد، استاپ لاس همه چی گذاشتیم، دیدین میتونستیم خودمونم نجات بدیم ولی نخواستیم، یعنی این شانس رو داشتیم با 50 60 دلار سود بیایم بیرون، خب ولی با ایدئال ما خیلی فاصله داشت، موندیم چون در واقع از جایی که نزدک داره بازی میکنه یه خورده آدمو وسوسه میکنه که بخوای بمونی توی پوزیشن، ولی به هر حال انتخاب بود دیگه، ما وایسادیم. اگه هر کندل سبزی پشت مووینگ 20 AMD بسته بشه من توی پوزیشن نمیمونم، میام بیرون. تا مادامی که اینطوری بازی میکنه بهش شادو میکنه کاری ندارم، ولی یک کندل سبز نباید اون پشت بسته بشه، اون سبز بسته بشه یعنی که تموم شد، فاتحه، باید بیای بیرون. تریدمون هم خیلی طول کشید، این ویدیو فکر کنم خیلی طولانی شد، شاید حوصله سربر شده باشه، ولی به هر حال ترید دیگه، حالا همیشه به اون خوبی که میخوایم پیش نمیره، یه موقعی هم مثل این گیر میکنه دیگه، گیر کرد باید صبر کنیم، با درایت مدیریتش کنیم، نه جای افزایش حجمه نه چیزی، فقط باید تحمل کنیم ببینیم که جهتگیریش به کدوم سمت میشه. امیدوارم با توجه به این که از اول امروز تا حالا پایین مووینگ 20 بازی کرده، همین مووینگ 20 اینو هول بده بیاره پایین. من اینو قبل بازار همه تایم فریماشو چک کرده بودم، روی دیلی آماده ریزش بود، روی 4 ساعته 200 دلار کرده آماده ریزش بود، توی 1 ساعته پایین 200 آماده ریزش بود، عرضم به حضورتون که تو 5 دقیقه 15 دقیقه تو همه آماده ریزش بود، حالا ما تو 1 دقیقه وارد شده. الان این چندمین باره که این از منطقه اوپن داره برگشت میخوره، متاسفانه از منطقه اوپنش فکر کنم نمیتونه بیاد پایین، ولی بالا برو هم به اون صورت نیست. دلم میخواد یه مقدار دیگه صبر کنم ببینم که نسبت به کم منطقه اوپن چه کار میکنه. الان ما 70 دلار تو سودیم. ببینین ما چون رفتیم تو ضرر، ضرر رو دیدیم، الان از نظر روانی من به هم خوردم، فقط میخوام که مثلا بدون ضرر بیام بیرون، در حالی که این دقیقاً همون نقطه ضعفه. شما دیگه رید سود زیاد زدین، فقط دنبال اینین که ضررتون رو جمع جور بکنین، به خاطر همون ممکنه تصمیم اشتباه بگیرین، فکرشو نکنین که چی شده، الان چی هست و بهش توجه بکنین. خب الان چی هست؟ در واقعیت من پوزیشنی دارم که 60 دلار 70 دلار توی سوده و از مووینگ 200 داره، مووینگ 20 داره ریجکت میشه. ببینین الان ما تو 120 دلار 130 دلار سودی، من اومدم بیرون، چیزی که میخواستم رو گرفتم تا لبه اینجا. خب پس دیدین این که به ذهن خودتون مسلط باشین خیلی نکته مهمیه. من دارم جلوی دوربین به قول معروف ترید میکنم، یعنی هم حواسم به صحبت کردنم باید باشه، هم حواسم به ترید، ولی خوب توجه کردین حتی تو همچین شرایطی که ذهنم داره به چند چیز جدا جدا فکر میکنه به خودم مسلطم. دقیقا بهتون اینجا نشون دادم که ممکنه همتون اینجا دوچاره چه درماندگی بشین، ولی باید ذهنتون رو خالی کنین و فقط به ترید توجه بکنین. فکر نمی کنم ترید عالی بوده باشه، معرکه بوده باشه، ولی ترید گندی مثل اینو با 120 دلار سود اومدیم بیرون. امیدوارم همگی موفق باشین. اگرم دوست داشتین تو کورس مهر ما شرکت کنین، اطلاعات دوره پایین تو قسمت دیسکریپشن هست، میتونین با من در تماس باشین. وقت همگی بخش.